سرهاشون از هم دور نگه میدارن. ما حتما باید بوس بکنیم صورت هم دیگه رو، ولی اونا نه نمیکنن. یا مثلا فرض کن که طرف میگه آقا جلوی بابام سیگار نمیکشم. حتی یک باشه. میگه جلوی بابام سیگار نمیکشم. ولی خب آمریکایی واسش مهم نیست که جلوی بابا سیگار میکشه یا نه. چند درصد از این قضیه مونده؟ اصلا فرهنگ ایرانی چیزیش مونده یا نمونده؟ میخوام ببینم به نظر شما که ایرانی هستین، تاریخ ایران چیه؟ فرهنگ ایران چیه؟ ما اصلا فرهنگ ایرانی نمیبینیم اینجا که. بذارید خط بگیریم بازم بقیه حرفامونو بذاریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. آقا قربونتون برم، شب شما بخیر. شب شما بخیر. البته بهتون بگم خودت بهتر میدونی، الان تلفنات که سرازیر بشه. آقا فرهنگ داریم، فرهنگ 2500 ساله داریم. چی داریم میگی؟ فرهنگ ایران ره زدن خراب کردن این نابکارا. ولی واقعا دمت گرم که اینو یو برادر آف. واقعا فرهنگی ما نداریم. اینا چی میگن؟ هنوز تو خوابن، هی در میزنن این بار تو این تلویزیونی. آقا ما فرهنگ داریم، فرهنگ داریم. چه فرهنگی؟ اینا یه سعدی و یه حافظ و یه دوتا از این نمیدونم شاعر ماهرای زمان قدیم دارن که اونا هم خودشون معلوم نیست چی بودن. اونم تاریخ ماست، فرهنگ ما نیستش که. اونم تاریخ ماست قربان، فرهنگ ما نیستش که. فرهنگ ما یعنی اگر اجرا کنی دستورات و حرفایی که تو کتاب مولوی یا تو کتاب حافظ یا سعدی نوشته. دقیقا تاریخ و دمت گرم که اینو واقعا دارید آگاهی میدی به جوانا و به تمام مردم. و واقعا ماها باید آقا بفهمیم ما فرهنگ نداریم. قشنگ. شما بخیر. در سه بخش هم شما بخیر، در سه بخش واسهتون تعریف کرد نداریم، یعنی قشنگ وافورا رو از گوشتون در بیارین. تموم شد فرهنگ. خب حالا من خوشحالم از این قضیه، ناراحتم؟ نه من نه خوشحالم نه ناراحتم. الان همه اگه برگردم به فرهنگ ایرانی چیز فرق نمیکنه، همه بگن فرهنگ آمریکایی فرق نمیکنه. من دارم توی کشوری زندگی میکنم، با این فرهنگ مردم زندگی میکنم. یک ایرانی اصیل، بسیار اصیل، و یک ایرانی دیگه که من هستم، حالا یا اصیل هستم یا نیستم نمیدونم، پهلو هم باید. اگر این ایرانی اصیل با من حرف میزنه دستش بذاره رو شونه من ناراحت میشم. چرا؟ به خاطر که بابا جون فرهنگ زندگی من، فرهنگ زندگی همین خیابونام، همین کوچه ها، همین مردم اینجاست. اینا میگن آقا مرد به مرد دست نمیزنه. خب حالا اگه مرد به مرد دست میزنه، خب یا گیه یا مال این فرهنگ نیست یا از اینجا نیومده. شما اگه بخوای بری فرض کن یه دستارم به سرت ببندی یا مثلا یک شالم به کمرت ببندی به مدل ایرانی، بری مثلا فرض کن توی دیسکو بگی آقا به جهنم، بر کله پدر هر کسی که فرهنگ ایرانی خوشش نمیاد، من میرم اونجا با فرمول فرهنگ ایرانی نشون میدم که چقدر قشنگ میشه با فرهنگ ایرانی در یک همچین کشوری زندگی کرد. میری تو کلاب، میری تو رستوران، میری تو کنسرت، حالا مردم به نگاه میکنم میگن بالماسی هست اینجا یا میگن چیه. چیزی عوض نمیشه، شما از جامعه دور میافتی. شما نگاه کنن تو همه این خونه های ایرانی رو ببینین، نه البته همه نه، الان 4 تا زبانشناس نیمه خوابیده نیمه بیدار از تو آشپزخونه بدو بدو نیان که آقا گفتی همه، نگو همه. مثلا الان شما تو اکثر خانواده های ایرانی اگه بریم ببینی، یه قاب خوشگل و بالا عکس تار و ستار هست و یه چوگان بازی اینجوری داره میزنه طرف با اسبش، بعدش هم دو تا سماور طلایی هم، حالا اگه وضع پولیشون خوب باشه طلایی خوشگله، اگه وضع پولیشون خوب نباشه کوچولو رفته از ایران آوردی یادگاری اونجا گذاشته. بعد پسرش پای تلفن قرار داره میذاره بره واسه خودش گردش و کوه و کمر و اینا، دخترم از بعد you know what, we're going to Cancun, we're going to Mexico, then we're going to Cabo and we're going to come back later, so you know, we're going to be out of town for a couple of days. کجای فرهنگ ایرانی بود که دختره میگفت we're going out of town with friends؟ کجای فرهنگ ایرانی just friend ما داشتیم؟ just friend. الان مثلا اکثر دخترهایی که مثلا با پسرها دوست میشن ولی مثلا سکشوالی بهشون attracted نیستن و نمیخوان مثلا باشون نزدیک بشن اینا، بهشون میگه we're just friends. خب کجای فرهنگ ایرانی بوده؟ شما کجای حالا اونو ولش کن. زمان اگه بخواییم میتونید زنگ بزنید، شماره تلفن ما هست 818-885-8151. معمولا هر موقع ما توی تلویزیون جدید کارمون رو شروع میکنیم اینطوریه، این نیم ساعت اول شو بیابون برهوته، هیچ کی زنگ نمیزنه، هیچ تلفنی روشن نیست، قشنگ شما تلفن ها رو بعدا بخواب اونجا.
نیم ساعت آخرش و اینقدر بزن بزن و دعوا میشه، شلوغ میشه آخرش هم میگه آقا چرا اینقدر زیاد با اون حرف میزنی؟ چرا اون کم زده؟ خب زودتر میتونی زنگ بزنی حرف بزنی. ولی خب این مال شروعه، هر موقع ما توی تلویزیون شروع میکنیم اینطوریه. من قضیه رو تجربه دارم. انیویز بر صورت اگه میخواین از ترافیک استفاده کنی الان میتونی زنگ بزنی که ترافیک خلوته. بعد شما اینو چرا نگاه میکنی؟ این همه خواننده های محبوب و معروف سالیان سال رفتن رو استیج وایستادن، دیدم باشه مرسی، سالیان سال وایستادن رو صحنه، محبوب مردم ایران هستن، محبوب همه. حالا یکیشون معتاد، یکیشون تحیاکی، یکیشون فلا عمر بگذاریم، حالا معتاد ببخشید محبوبن دیگه. خب آقا این همه خواننده ای که محبوب مردم ایران هستن، تا حالا شما دیدی که آقا بشینه با تار ستار بخونه؟ پس شما خودتون هم اهمیت قائل نیستی برای کسی که کار فرهنگی خودش انجام نمیده، به خاطر که فرهنگ چیزی نیست که مثل گردنبند یاد بوده پدر بزرگ شما به گردن تمشه بندازی. فرهنگ تحول تطور میکنه، مثل یخ آب میشه. یه تلفن بگیریم. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. الو مثل که قد شد. خب فرهنگ در واقع اون چیزی هستش که امروز ما داریم، فردا یه جور دیگه داریم. اگه خیال کنی ما میخوایم از شخصیت میهنی و کشوری خودمون، کشور خودمون دفاع بکنیم و این رو نگه داریم، این شخصیت با فرهنگ زیاد همچین نمیتونیم وصلش کنیم. اگه بخوایم به فرهنگ وصل کنیم پس باید عوض میشه. الان شما نگاه کنید، مثلا مادرای ما، خانمایی که مثلا بین 40 تا 60 سال سنشونه که میشن نسل گذشته، که الان بچه هاشون بزرگ شدن دیگه، شدن نسل امروز، دارن اکسسی میکشن و حشیش میکشن و فلان، اینا پارتی میرن و فلان، میرن مکسیکو. مادرای ما هیچ کدومشون کامپیوتر دم دستشون نبود که برن روی اینترنت از اصفهان با استکهلم سوئد با یک نفر دوست بشه. همچین چیزی نبود. پس فرهنگشون میمون فرهنگی سر خودشون. امروز یه بچه تو دختری یا پسری تو اصفهان با یه پسر یا دختری تو استکهلم سوئد یا تو کلن آلمان یا تو مثلا لس آنجلس آمریکا دوست میشه، خب فرهنگ جدیده دیگه. مسلماً که نمیتونه بگه آقا ببین مشکاتیان این سنتور چقدر قشنگه، پس سنتور مشکاتیان، سنتور چقدر قشنگه، ولی اون یارو که نمیفهمه، نمیخوادم گوش بده. شما تا حالا دیدی که یهویی توی مهمونی یهویی یه نفر یه آهنگی با تار یا با کمونچه یا با ستار پخش کنه، چهار تا دختر 17 ساله بگن وای من عاشق این آهنگم، من دوست دارم، من میمیرم واسه این، آی قربونش برم. نه اینو نمیگه. تا حالا کسی دیدین صدای مرحوم ایرج بسطامی رو؟ خدا رحمت کنه. هم من میشناختمش، از نزدیک دوست ما بود، ولی خب زیاد من باهاش نتونستم دوست نبودم، بعد من اومدم آمریکا و دیگه ندیدم. خدا رحمت کنه. صدای مرحوم ایرج بسطامی رو تا حالا دیدی یه جایی پخش بکنن همه بگن، دخترای 22 ساله بگن او مای گاد؟ ولی تا به مزه که دی جی الیگیتور رو پخش میکنن و دی جی دیپ دیش رو پخش میکنن و این یکی کیه؟ اما آهنگ ترن می آن رو پخش میکنن، ترن می آن فوری همه میگن او مای گاد، او مای گاد. این لیوانای مشروبشون اینجوری میگیرن بالا، تکیلاشون او مای گاد، میان وسط درخسن. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی باقی نمونده از اون فرهنگه. خط یک رو بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. آقای بهروز جانم، خواستم بهتون بگم اگه بچه من تو تلویزیون توی تلفن انگلیسی حرف میزنه، معنیش این ازش که ما فرهنگ ایرانی نداریم. بله. اوکی. ماها کسایی که شنا بلدن دیگه لازم ندارن لاستیک قریق نجات داشته باشن. منظورتون چیه خانم؟ منظور این که وقتی تو میتونی شنا بکنی دیگه لازم نداری. ما تو اون مملکت بزرگ شدیم، تمام ریسورس های اون مملکت بر ماها خرج شده. من خودم با یه بلیت یه طرفه 30 سال پیش اومدم امریکا، ولی هر وقت اون آهنگ شعر ایران رو میشنوم گریه میکنم، به خاطر اینکه همون مملکت بوده که بله. ریسورس هاشو بر ما خرج کرده، ما رو فرستاده اینجا. بله. همون پدر مادرها. بله. خوب یا بد. خیلی اخلاقای بدی رو پدر مادرها. صداتون چرا کم شد؟ لطفا بیان جلوی دهنی تلفن، مثل که صداتون کم شد. اوکی. تا اونجایی که تونستن به عقلشون میرسیده، تونستن به ماها یاد دادن.
و الان من وقتی مقایسه میکنم پدر مادر ایرانی رو، فرهنگی رو که اون مملکت به ماها داده و ما رو فرستاده اینجا که ما بیاییم اینجا با زندگی خوش امروزی که داریم تو امریکا، یکی خود من که خیلی هم خوشحالم تو زندگیم، دارم اینجا زندگی میکنم، نفسیم به اون مملکت نفرستم که فرهنگ نداری. خیلی هم فرهنگ دارن، خیلی هم خوب به ما یاد دادن و ما رو اینجا فرستادن و ما از جمله خود شخص شما فقط بلدیم بشینیم نفرین بفرستیم به همه اینا. من به کی نفرین کردم خانم؟ الان شما نفرین داری من داری میفرستی به همه. شما اون روز اون هفته به کی نفرین کردم الان من؟ برای ایرانی دخترای ایرانی رو نفرین میکردی. مثلا گفتم الهی همشون بمیرن، الهی همشون دست و پاشون قطع بشه، گفتم مثلا الهی همشون طاعون بگیرن، از این حرفا زدم. گوش کن، به جای من اگه به جای تو باشم، کسایی که دختر و پسرها رو بزرگ کردن بهشون بگو که شما اشتباه کردی. ببخشید خانم، اگه شما نظری من حرف بزنم بازم مجبور میشم طبق معمول همه تلفن‌ها قطع. بغل دستتو بزن دیگه، هفته پیش داشتی تلفنو می‌زدی، حالا بزن دیگه. نه نه نه, نه. شما اصلا ببین 8 تا چیز گفتی، هنوز ما یکیشو اجازه ندیدی. من مطمئنم به جان خودم قسم بخورم یک کدوم از حرفای منو درست نخواهی جواب داد. همه رو در می‌ری، همه رو در می‌ری. از حالا تایم‌اوت بگیریم ببینیم یکی از سوالای من درست جواب میدی یا نه. حرف نمی‌زنم تو هستی. خیلی خب، من کیو نفرین کردم؟ من کیه نفرین کردم؟ تو نفرین نکردی، ببخشین از کلمه نفرین. خیلی پس این اولی، پس این اولی رو ولش کن. پس این اولی رو ولش کن. توضیح ندین لطفاً. توضیح وقتی یه چیزی گفتین نکردی، خودتون حرفتون رو عوض کردی که توضیح ندین لطفاً. گذشته از اون، من دارم میگم بچهای امروزه دیگه فرهنگ گذشته ایرانی رو کسی کار به کارش نداره. شما میگی 30 سال پیش اومدی آمریکا، فرضم اگه بکنین شما 20 سالت بوده، الان شما 50 سالتونه. درسته؟ بله. خیلی خوب. من راجع به آدم 50 ساله حرف نمیزنم که. ایرانیایی که دارن فعال توی مملکت دارن میخوان تو آمریکا. دارم که شما الان میگفتی که پای تلفن انگلیسی حرف میزنه. چی؟ معلوم که شما انگلیسی پای تلفن حرف نمیزنی. شما ایرانی هستی و فرمول ایرانی داری زندگی میکنی. ولی بچهای امروز ما اینجا، بچهای که حتی تو ایران هیچ کس دیگه فرمول ایرانی زندگی نمیکنه. فرهنگ ایرانی عوض شده. ضمناً فرهنگ ندارن حرف بیخودیه. من هرگز نگفتم کسی فرهنگ نداره. همه ما فرهنگ داریم. تو آدم بی فرهنگ که نمیتونه زندگی کنه که. فرهنگ یعنی ما چجوری زندگی کنیم. شما فرهنگ قدیمی رو در آدمای جدید نمیبینی. پس یعنی تموم شد، مرد، رفت پس کارش. الان آدمایی هم که اون فرهنگ رو هنوز دارن سنشون بین 50 تا 70 ساله. امروز جان شما الان داشتی درباره بچه‌ها میگفتی که بچه ما تو پای بچه من که تو پای تلفن. شما اونم گوش ندادی. گفتم اون بچه پای تلفن داره به زبان انگلیسی با یه پسر دیگه توی یه شهر دیگه قرار میذاره که با هم دیگه برن پارتی کنن تو کابو سن لوکس. آره. پس یعنی چی؟ کجای فرهنگ ما بوده که دختر ما قبل از ازدواج بلند میشده با یک پسر غریبه میرفته به یک کشور دیگه مشروب خوری و رقص و سکس و برمیگشته؟ فیروز جان من اینجا دارم. کجا بوده؟ کجای فرهنگ ما همچیزی بوده؟ دارم زندگی میکنم. من مجبورم به خاطر بچه هایی که دارم خودم رو عوض بکنم. خب پس شما عوض کردی خودتو دیگه. پس شما فرمول زندگی گذشته رو عوض کردی و الان با کمال میل حاضری که پسر یا دخترت بره کشور مکزیک با یه مش مست لات دیگه بزنه و برقصه و مشروب بخوره و بخوابه و برگرده. هیچ چاره ای هم نداری؟ پس شما همین الان خودتون گفتی. خیلی متشکرم تلفن کردی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. آقا بهروز سلام علیکم، شبتون بخیر. در جواب این خانوم که با بغض داشتن صحبت میکنن، خب یه مقداری درست میگن، ولی اینو حقیقت بهتون بگم، همونطوری که خودتونم فرمودین ما فرهنگی نداریم، خودتونم میدونید اینو، حالا این مسئله هم هستش. ولی که این که اون آقام اول گفتن که نداریم، همه هم میدونن که ما نداریم فرهنگ ایرانی. نداریم فرهنگ ایرانی نداریم. فرهنگ آمریکایی داریم که یه فرهنگ نمیشه. خیلی از پدر مادرها هم که اومدن با سن مثلا این خانم عزیزی که صحبت کردن، بله. 50 سالشونه، خب انشالله که 120 سال، بله. ولی که اینو بدونن، اینها هم به خاطر بچه هاشون مجبور شدن فرهنگشون رو عوض بکنن، یعنی فرهنگ خارجی، فرهنگ امریکایی رو بگیرن. همین حرفی که من زدم. شما منم همینو گفتم. من نگفتم که شما میخواهید تیشه به ریشه فرهنگ بزنید که. من گفتم شما مجبورید فرهنگتون رو عوض بکنید. هیچ چاره هم ندارید.
ما متاسفانه نه همه اینو خوب گوش کنید، نه همه، ولی 80% ما از ایرانی ها چه در ایران، من خودم 2 هفته از ایران اومدم، ایران که اصلا خودشون دیگه جوان ها قبول کردن.